گیلکی از جمله گوشه های ردیف هست که گاهی در آواز دشتی و گاهی در آواز ابو عطا خوانده میشه و اجرا میشه. وقتی با نوت متغیر اجرا بشه طبیعتا مجبوریم که در دشتی اون رو اجرا کنیم، اما جایی که بدون نوت متغیر اجرا میشه مثل همین اجرایی که الان هست هم میتونه در دشتی در نظر گرفته بشه و هم در ابو عطا. از اساتیدی که اون رو در ابو عطا اجرا کردن استاد تاج اصفهانی است و برخی دیگر از خوانندگان. استاد نورعلی برومند هم عنوان کردن که این گوشه میتونه در ابو عطا اجرا بشه. این گوشه از لحاظ نام منسوب هست به لهجه گیلک از لهجه های مشهور در شمال ایران، مخصوصا در منطقه گیلان، و این قطعه در دوره قاجار بسیار اجرا می شده. از جمله تصنیف گیلک توسط نایب اسدالله و درویش خان ضبط شده در صفه، همچنین آواز گیلانی که توسط صفدرخان نوازنده نی دوره مظفری باز ضبط شده، و همچنین گیلکی حاجی تاج که در ردیف صلحی از اون یاد شده، حاجی تاج نیشابوری به شیوه خاصی این رو میخونده که از اون نمونه از لازم نوتی یا ضبطی وجود نداره و تنها در ردیف صلحی عنوان شده. در اینجا گیلکی با دو بیتی از بابا طاهر همدانی به اجرا در میاد. اکثر گوشه های آوازی موسیقی ایران بر وزن مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل یا همون وزن دو بیتی هستند، چون میدونیم که دو بیتی یک مجموعه چهار مصرعی است که مصرع اول، دوم و چهارم هم قافیه باشن. گاهی مصرع سوم هم میتونه با اونها هم قافیه باشه، ولی این قطعی نیست. وزن مشهور دو بیتی هزج مسدس مقصور هست که همون مفاعیل و مفاعیل و مفاعیله، و دو بیتی بر اساس اشعار قدیمی ایران که اشعار 12 هجایی بودند سروده میشه و نام قدیم اونها در زمان پهلوی ترانک بوده. البته به دو بیتی فهلویات هم گفته میشه که از جمله بهترین شاعران در این سبک و سیاق بابا طاهر همدانی و فایز دشتستانی است.